با سلام شما بینندگان تلویزیون برابری، با دو زندانی رژیم شاه و جمهوری اسلامی و از خانواده های زندانیان سیاسی و بازماندگان زندانیان سیاسی درباره آینده اوین و زندانهای ستمشاهی و ستمشیخی میخوام گفتگو کنم. دوستان عزیزم مرسدی قائدی و ناهید ناظمی، خوش اومدید. ما هم سلام بکنیم به بینندگان عزیز شما. سلام به بینندگان عزیز. ناهید جان با شما شروع میکنم. بفهمید. زندان قصر اولین زندان متمرکز ایران بود. زندانی بود که از زمان 1308 وقتی رضا شاه افتتاح کرد، ما شاهد زندانی بودن گروه 53 نفر فرخی یزدی و همونجا لبهای فرخی یزدی رو دوختن و بعد در زمان شاه ما شاهد زندانی بودن بسیاری از زندانیانی بودیم که در دوره رژیم ستمشیخی اعدام شدند و شما هم اونجا بودیم. قبل از اون ما شاهد تبدیل در واقع بازداشتگاه، میشه گفت که زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری و در واقع به اصطلاح جایی که مرسد جان بود به نام بازداشتگاه توحید، به موزه عبرت، و حالا شاهدیم که جایی که مدتی خانه شما بود زندان اوین میخواد تبدیل به پارک بشه. میخواستم بگم شما چطور میبینید این در واقع روند و سیاست که دو رژیم، در واقع خصوصا رژیم جمهوری اسلامی در واقع در پی گرفته؟ ولی من اون چی که در واقع از این مسئله میفهمم اینه که رژیم جمهوری اسلامی میخواد که آثار همه اون جنایاتی رو که مرتکب شده، جنایت هولناکی که در واقع جنایت علیه بشریت نامیده میشه، اون رو در واقع سرپوش بگذاره و نسل جدید ما رو، نسلی رو که یک در واقع دوران چی میگن، یک گپی بین ما یعنی نسل پیشین و نسل جدید این رژیم ایجاد کرده که در واقع همه آثار نسل پیشین رو میخواد محو کنه، به ترتیبی که اون نسل جدید حافظش حداقل از اون تاریخی که در واقع در پیش اتفاق افتاده پاک بشه، و به همین جهت در واقع داره این برنامه رو میریزه که هم در این حال یک توجیهی باشه برای اینکه به جهانیان نشون بده که ما داریم عمل خیری انجام میدیم، عمل خوبی انجام میدیم، پارک تولید میکنیم، جماعت میان استراحت میکنن، لذت میبرن، درخت گل سبز است، و در عین حال نسل جدید ما رو از اون حافظه تاریخی در واقع دور کنه. به همین جهت اینا اینو انجام میدن. اینا هیچ فرقی عملیات این رژیم با اون چه که داعش داره انجام میده نیست. داعش الان نابود میکنه، بمب میذاره، این در واقع بمب دیگری با چهره در واقع خیلی توجیه کنندهی به نام پارک داره مستقر میکنه، و تمام اینها در واقع هیچ نوع تمایزی از نظر عملی و از نظر اون مفهومی که پیدا میکنه بین این دوتا حرکت وجود نداره، کما اینکه در واقع چی میگن الهام دهندگان داعش در وهله اول خود همین رژیم اسلامی، تمام اون کارهایی که داعش کرده و داره میکنه، تمام اینها از قبل توسط رژیم جمهوری اسلامی اجرا شده و اونها در واقع از این کپی برداری کردن. این هم یه نمونه دیگریه. حالا روش هوشمندانه‌ای داره به کار میبره که در این حال توجیه کننده در واقع این چیزش باشه، این حرکتش باشه. زندان قزلقلعه یکی از قدیمی ترین زندان های دوران قاجار و تا
سال 1352 بود. من خودم یادم ساقی در واقع به اصطلاح پارک ساقی رو در واقع میشه گفت آسایشگاه اونجا رو ایجاد کرده بود و من داداشم اونجا بود. بعد این از 52 به بعد این تبدیل شد به یه پارک و بعد موزه در واقع بازار میوه. بسیاری از زندان قزلقلعه دیگه در واقع تصویری ندارن. تصویر اونجا بازار میوه است. شما تو زندان اوین بودید و صادق و جواد در اونجا از کنار شما اونجا ربوده شدن و همسر جواد ربوده شدن. شما چه احساسی دارین وقتی شنیدید سرنوشت قزلقلعه داره تبدیل میشه به زندان؟ یعنی تبدیل سرنوشت قزلقلعه برای اوین هست. شما چه احساسی دارید؟ یک نکته که ناهید گفت، من در ادامه نکته ناهید میخواستم بگم در مورد داعش. پری روز داشتم چیزی میخوندم، یکی از کسانی که از دست داعش فرار کرد گفت که ما باید برگاه های توبه نامی داشته باشیم. تو شهر ما رو چک میکنن، اگر برگه توبه نامی نداشته باشیم و دوباره ما رو برمیگردونن به زندان. همون نکته که ناهید گفت، بلا فاصله یاد روزهای زندان افتادم و الان کاری که داره میکنه و حتی بچه هایی رو که آزاد میکرد هر دو هفته یک بار باید میرفتن امضا میدادن و اگر در خیابون اینا رو میگرفتن این بچه ها گاهی اوقات باید میگفتن که ما زندانی بودیم. یعنی همون شیوه رو الان وقتی میخونیم. راستش اولین بار که من این خبر رو شنیدم خیلی برام انقدر دردناک بود که رژیم برای رژیم جمهوری اسلامی برای از بین بردن جنایتش دست به چه کارهایی میزنه. برای اینکه همون توحیدی که میگیم، ما به اسم کمیته 3000، ناهید به اسم کمیته مشترک، ما به اسم کمیته 3000، یعنی خانواده ما پولایی که میفرستادن به اسم 3000 میفرستادن. وقتی که اینا موزه رو درست کردن همونطور که میدونین برداشتن عکسای خودشونو گذاشتن. من فکر میکنم اینا فکرن اشتباه کردن، چون فردای سرنگونی جمهوری اسلامی ما کسانی که در زندان کمیته مشترک زمان شاه تو کمیته 3000 و توحید که اینا میگن میریم و تیکه تیکه اون زندان رو میگیم که ما اینجاها شکنجه شدیم، اینجاها عزیزان ما رو بردن و اینجا آدم ها رو روانی کردن تو همون زندان کمیته مشترک بر اثر شکنجه. در فرصتی واقعا در حیات از کمیته مشترک یک بار که ما رو برای ملاقات برده بودن یک جوانی رو میدیدیم آب میریختن و شلاق رو به بدنش میگرفتن که صدای عربده این جوان بسیاری جوان هیکلمندی بود. به تمام این کمیته مشترک که به شکل دایره است، بینندگان ما بعد از قیام مردمی رفتن و این زندان رو دیدن. فکر کنم جمهوری اسلامی فکر اشتباه کرده، باید نابود کنه و این زندان ایوانی به پارک اعدام تبدیل کنه به نظام، ولی نمیتونه. تا زمانی که ناهید ها و ماها هستیم نمیذاریم این تاریخ و این رژیم به فراموشی، یعنی بذاریم مرد نسل بعدی ما فراموش بود. ببینین اوین واقعا وسعت بعدیش در زمان جمهوری اسلامی بود. حسینی لاجوردی ساخت، آسایشگاه لاجوردی ادام و سالن های ملاقاتش، وسعتی که داشت و منطقه که جهادی ها کار میکردن و این وسعت رو اومدن و یه خبر تازه میگن 4 تا خریدار داره. 4 تا خریدار ها دولت هن که میخوام بگن که غالیباف نکته که گرده گفته من میخوام محیط فضای سبز ایجاد کنم. فضای سبز رو نمیشه با آثار جنایت تبدیلش کرد. ما اگر روز اینجا به پارک تبدیل بشه که نمیذاریم تک تک اون درخت هایی که اگه اونجا کاشته بشه، ما میریم اسم اعدامی هامون روش میذاریم و اسم کسانی که الان در بین ما نیستن و اون زندان رو بر علیه اون پارک رو بر علیه جمهوری اسلامی دوباره تبدیل میکنیم. دایی جان، این زندان در واقع بازداشتگاه یا زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری تمام بسیاری از نشانه های آپولو، تخت شکنجه، در واقع آویزان کردن از سقف، قپانی، در واقع
این قفس هیتلردار، صندلی هیتلردار، همه اینا رو در واقع به عنوان نشانهای دوره‌ای که حسینی و تهرانی و آرش و منوچهری اونجا بودن به نمایش گذاشتن. در واقع طبیعی بسیاری از کسانی که مثل آیت الله منتظری، در واقع شریعتی، لاجوردی، عسکرولادی در این زندان هم بودن، در کنار بسیاری دیگر، بسیاری که من از کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی تا یحیی رحیمی و بسیاری از یوسف آلیاری، اینها بسیاری در این زندان، در این کمیته مشترک دوره طولانی شکنجه و بازجویی رو گذروندن. دوره ای که ازشون سازمان مخفی، سازمان چریکی رو میخواستن. آخوند که رابطه چریکی نداشت و میدونستن بیشتر یک تنبیهه تا در واقع هرچند شکنجه است. شما چه احساسی دارین الان؟ یعنی با توجه به این موقعیتی که هست، از اوین، تغییر ساختاری اوین، اگه اوینی که برای شما شاید تپه‌هاش با قتل بیژن جزنی و یارانش در واقع رقم میخورد، برای شما این چه احساسی رو به دست میده؟ عنایت رو اونجا کشتن؟ بله، عنایت سلطانزاده و رفیقش، در واقع رفیق نودیان. به حال واقعیت اینه که برای من خیلی دردناکه. واقعیت اینه که خیلی دردناکه که شما در واقع جایی رو که بایستی که در آینده نشان دهنده اون در واقع بلای هولناکی که به سر جوانان ما، به سر فرهیختگان در واقع وطن ما رفت، حال تبدیل بشه به یک مرکزی برای به حال آدم ها بیان و برن. و واقعیت اینه که وقتی اون از خاطر رفت، وقتی که اون دیگه اون تو اون شمار نداشته باشی، هیچ وقتم به خاطر نمیاری که چه اتفاقی افتاده اصلا. هیچ وقتم بهش اصلا هیچ نوع انگیزه ای نداری، هیچ نوع در واقع ذهنیتی نداری که بخوای روی متمرکز بشی. خاطره تو چیه؟ اولین خاطرت از اولین؟ والا اولین خاطرم از اولین همینه که من اومدیم رفتیم، یعنی ما رو آوردن به عنوان کسایی که در واقع دوران زندانیشون تموم شده بود و ما بایستی که می رفتیم مثلا برای آزادی، چون بچه های دیگه تو قصد، من یادمه موقعی که خداحافظی می کردیم من گریه می کردم، می گفتم من نمی خوام برم، من دلم تنگ می شد برای این، اصلا دلم نمی خواست آزاد شم. یعنی فکر می کردم، چون اون موقع بچه هایی بودن که 10 سال زندان ابد فلان، اصلا فکر می کردم که ای من برم اینا، احساس می کردم انگار دارم به اینا خیانت می کنم، دلم نمی خواست واقعا برم. فکر می کردن می خواهیم آزاد بشیم، من دوست نداشتم. به هر حال ما رو فرستادن و رفتیم با یه عده‌ای و بعدن کاشف به من وقت که آزادی که در کانی یه سالم بر اونجا بمونی که به عنوان اون دوران رو در واقع به عنوان دوران ملی کشی نامیده بودن بچه های سیاسی. من وارد اونجا که شدیم، وارد اوین که شدیم، خب ما رو با چشمن بردن و همه رو اونجا، بعد توی اتاقی ما دیدیم، یه اتاق بزرگی بود که این اتاق یه پنجره بزرگی داشت که هره داشت، یعنی یه سکو داشت، میرفتیم ما بلافاصله پریدیم روی اون سکوه و نشستیم نگاه کردیم بیرون رو که در واقع میله های چیز بود، بیرونش میله بود ولی خب پنجره باز بود، و نگاه میکردی افق رو دیدی و بعدم درختایی که از دور نگاه میکردی و بعد صدای پرنده ها، اصلا فضایی بود که واقعا نمیدونم بگم چقدر برای من زیبا و دلپذیر بود اون لحظه که اونو دیدم. برحال ما با هم گپ و گفت میکردیم و اینا، شروع کردیم با هم دیگه صحبت کردن، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، من خندیدم، خنده که کردم یه دفعه در اتاق باز شد و یک خانم چادری اومد و که روسری داشت و یه چادرم انداخته بود روسری، ولی خب چادر رو در واقع به صورت کیپ نمیگرفت، همینجور بل کرده بود روی بدنش. بعد این برگشت گفتش که خانم ناهید ناظمی با اسباباتون رو جمع کنین و بیاین، یه لهجه خاصی هم داشت. بعد
ما همجور حیران بودیم برای چی اینا، دیدیم لبهای خانم دوخته به هم، اصلا هیچ گونه صحبتی که نکردی چی، فقط گفت اسباباتون رو لطفا برداریم بیاریم. ما اسبابان رو برداشتیم، ایشون دست ما رو گرفت و یه چشمبند زدن و ما رفتیم در یه جایی دیدیم که بعدم چشمبند من رو باز کردن، در یک سلول بسیار کوچکی بود که در واقع مثلا فکر کنم عرضش 70-80 سانت بود و طولش هم 1 متر و 20 که یک دوشک مثلا کوچک باریک تو اونجا میگرفت و تو مثلا میتونستی رو اون دراز بکشی، یه همچی چیزی بود. دوشک اونجا پهن بود و ما رو اونجا گذاشتن و که من مدت حداقل یک هفته اونجا بودم و تنها چیزی که من صداهایی که میشنم صداهای وحشتناک سرفه های سینه های مریضی بود که در واقع تو اون، چون ردیفی از سلول ها بود که همه کوچیک کوچیک بغل هم بودن، وقتی من میومدم بیرون برای اینکه بری دستشویی یا مثلا ظرف غذاتو بشوری یا هرچی، نگاه که میکردی یک ردیف سلول ها بود و محبت تاریک و کف اون راه روشن بسیار کثیف و لزج و لجن اصلا گرفته بود، به دلیل اینکه یک آبی در واقع نشت کرده بود یا ریزش میکرد از اون قسمت دستشویی که توی اون راه رو گذاشته بودن و تو میدیدی که آب اون زیر جمع شده، که یه روز من به اون نگهبانه با التماس گفتم آقا میشه من اینجا رو تمیز کنم و اینا، خلاصه اون گفت باشه و اینا، بعد من رفتم با یه خاک اندازی داد و اینا با یه از این چیزای کوچولو بروسای چیز دیگه، من اونجا هی آشغالا رو جمع کردم و هی این لجنا رو برداشتم ریختم توی توالت بغل اونجا که در واقع یه ذره اونجا رو از اون محیط حالت چیز در بیارم برای اون کثیفی که داشت و اینا، که آدم اصلا حالش بد میشد اونا رو نگاه میکرد. بعدش هم بعد یه هفته منو بردن یه سلولا، میگفتن سلولای وسط اسم اینجا رو میذاشتن، که بعد من اونجا موقعی که توی سلول بودم، خب اونجا هم تنها بودم، وقتی سلولش بزرگتر بود یکم روشن بود، بعد اونجا سروان روحی بود کسی که میومد به در واقع ما رو ملاقات میکرد یا مثلا حرفی داشت واسه گفتن یا مثلا برحال اون اونجا که بودم، اون وقت از توی سوراخ کلید چیز من میتونستم نگاه بکنم آدمایی رو که میرفتن به طرف یک ظرف آشغالی بود اون روبرو که یه دستشوینا اون طرف بود، به هر حال اینجا جایی بود که اینا میمدن ظرفاشون خالی میکردن که ببرن بشورن مثلا از آشغالای غذاشون. بعد یه دفعه من از توی سوراخ کلید نگاه میکردم که بعد من سیمی صالحی رو اونجا دیدم که از توی سوراخ کلید گفتم تو کی هستی؟ گفت من سیمی صالحی. وقتی برگشت چهرش روی موهای بلندی داشت خیلی تفلک، بعد یه دفعه دیدم یه چشش چیزه، بعد اونجا فهمیدم که این هم سیمی صالحیه که در اثر مسکن انفجار نارنجک اینا یه چشمش رو از دست داده بوده. و بعد از مدتی وقتی که منو بردن توی همون قسمت مربوط به سلولای عمومیشون که بهم گفتن سلولای عمومی، که اینا اتاقایی بود که مثلا 10-20 نفر آدم میتونست توش جا بگیره، البته ما بیشتر از 7-8 نفر نبودیم. این خاطرات بود و یکی از خاطرات بد من تو اونجا این بود که اینها آدمهایی رو که در واقع به نوعی برای اینا باید همکاری میکردن و همونجا توی میووردن پلوی ماها که بیشتر مایه عذاب ما بود. یعنی تو تمام مدت در واقع حالا چون واقعیت این اتاق یه اتاقی بود که تو مثلا شاید اگه همین جوری خودت اونجا بودی به هر حال احساس آسایشی میکردی، به دلیل اینکه خب کسی نبود، بعدم یه محیط بعد بازجویی تموم شده بود، چیز خاصی نبود، فقط به هر حال توی اتاقی درت قفل بود و هر چند وقت یه دفعه میومدن واسه دستشویی یا مثلا برای غذا گرفتن درو باز میکردن اینا، ولی کم خب اینا با گذاشتن یه همچو افرادی تمام مدت تو رو میخواستن در واقع عذاب بدن. که بعد واقعیت اینه که خود رسولی هم یه دفعه اومد اونجا گفته بود دیگه، گفته بود که شماها اینجا به قول معروف هتله برای شماها، ما حالا شماها رو کاری میکنیم که ببریمتون تو کبیر، اونجا باید یکی خندق بکنیم برای ما، نمیدونم زمین رو بکنید برای ما تو کبیر که حالتون جا بیاد، بهش در واقع هتل های کبیری بهتون
بعد میدیم. به هر حال این حرفی بود که اونا میزدن. ناهید از سلول هایی میگه که 7-8 نفره بود زمانش، زیادم، و از موقعیت نمناک و سلول های بسیار کوچک. تمام گزارشات حاکیه که دوره پس از انقلاب و خصوصا توی دهه تاریک 60 اونجا تمام اون سلول ها ده ها و صد ها نفر به صورت ساندویجی میخوابیدن و شکنجه ها ابعاد داعشی پیدا کرده بود، یعنی ابعادی بسیار خشونتبارتر و خشنتر برای در واقع در همشکستن حرکت آزادی خواهانه و واقعا پایان دادن به هر جنبشی که از آزادی و برابری و مدنیت حرف بزنه. تو چه اولین خاطرت از این چیه و پایانی خاطرت؟ اولین خاطرم اینه که خیلی جالب بود وقتی کمیته مشترک ما رو میخواستن بفرستن، میگفتن شما رو میخوام بفرستیم به باغ وحش. کمیته مشترکی که خودش هر روزش شکنجه بود، یعنی مدتی یک سال من در اتاقای دربسته بودم. همیشه این بحث کردم شکنجه فقط جسمی نیست. تو هفته سه بار، روزی سه بار فقط بر تو تعیین میکنم دستشویی بری، فقط روزی سه بار. بعد از این دوران و اون شکنجه ها، تازه بازجو وقتی در رو با میکرد که ما رو بفرسته با ماشین ببره اوین، میگفت که بریم به باغ وحش جدید و قدر اینجا رو بگیریم. چون بحث همیشه همین بود که اوین دست لاجوردی بود و کمیته مشترک سپاه پاسداران بود، که لاجوردی یک روز که من در کمیته مشترک بودم اومد ملاقات، برگشت گفت که این آشغالا اینجا اگه آدم نشدن بفرست، جای خودم آدمشون میکنم. و وقتی ما رو فرستادن اوین، برای من که یک سال در بسته تو اتاقای این ساندویچی که گفتی، کمیته مشترک هم حتما نامید میدونه سلولایی داره که بسیار کوچیکه، در اون 4 نفر ما رو میذاشتن. یعنی ما باید گاه اوقات به دیوار چسبیده میخوابیدیم و در ضمن سلولای بزرگتری هم داشتیم. اولین بار من رفتم به بند بالای 246. دوران ناهید که از اون میگه آسایشگاه رو داشتیم، 209 رو داشتیم، که بعد آموزشگاه رو داشتیم. که آموزشگاه خیلی از بچه های پسرمون، رفقای پسرمون که الان در بین ما نیستن، در همون اتاقهای دربسته آموزشگاه بودن قبل از کشتار سال 67. و من رفتم برای اولین بار، وقتی منو فرستادن وارد بند شدم، دو چیز برام بود. همین که در باز بود، اول خوشحال شدم، ولی بعد دیدم تمام کسایی رو که من فکر نمی‌کردم دستگیر شدن. تک تک بچه ها اومدن و دیدم وای چه فاجعه ای. چون ما اونجا تو کمیته مشترک نمی‌دونستیم، همه دو اتاق، مثلا من خودم با 5 نفر بودم، اون اتاق بغلی 5 نفر بود، وقتی که عده زیادی تو پایین کمیته مشترک. و دیدم چه دستگیری وحشتناکی، تمام بچه هایی که تا پری روز تو خیابونا داشتیم باهاشون، تو تظاهرات ها بودیم، تو میز کتاب بودیم، تو برای آزادی بود. بعد من یه شروع کردم گریه کردم، گفتم وای من فکر نمی کردم همه شما دستگیر شدید. میگفتم چقدر خوبه تعداد ما کمه، در صورتی که خود کمیته مشترکم پر بود، ولی چون با مشت میتونستیم یک تماسی بگیم. که وقتی رفتم اونجا و صحنه هایی که دیدم، غیر از بچه های ما در سر شکنجه، از سر روانی حالشون بد شده بود، آثار شکنجه رو دیدم. وقتی که به حمام میرفتیم، دیدم پاهایی که زیر پاهاش از بین رفته، از پا گرفته به بالای پا پیوند پوست کرده بودن. و این بود که دیگه واقعا دیدم چه فاجعه‌ای. واقعا تمام بندهای اوینی، از تمام آسایشگاه 209، تمام این بندها مملو از جمعیت بود. یعنی واقعا مملو از جمعیت بود. و خود این بچه هایی که سال 60 توش بودن، تو همین اتاقایی که من بودم، 40 نفر رو تو اوین در بسته نگه می داشتن، که بچه ها اگر یکی نصف شب تکون می خورد جا نداشت. یعنی جالب بود، انقدر اندازه باید می خوابیدن که بچه ها تا صبح نمی تونستن تکون بخورن. که تو همون اوین ما مدت های درباز می شدیم، باز در بسته می شدیم، درباز می شدیم. یعنی این سیستم جمهوری اسلامی بود. و به جمله که ناهید میگه،
برای همین به ما میگفتن، میگفتن یک لحظه نمیخوایم یادتون بره کجایی. البته واقعیتش هیچ وقت ما در دوران حکومت اسلامی تو زندان هیچ وقت فکر نکردیم محکومیت داریم و شاید این تحلیل ما هم درست بود، چون به دنبال 67 دیدیم همه حکم داشتن، اصلا حکم برای ما معنی نداشت جمهوری اسلامی. یعنی ما که میرفتیم اتاق به اصطلاح میگفتن حکمتون چند سال؟ 8 سال. بعد اکثر ما حکم امضا نکردیم، به عنوان اعتراض گفتیم دادگاهی وجود نبود مثلا حکم امضا نکردیم، و میمدیم 8 سال، 10 سال، 15 سال و حکم ها بالا. و از همون اوین بود که بچه ها را از جلوی چشم ما بردن برای قزلحصار که قبرهای معروف حاجی داوود درست کرد. یعنی اون صحنه ها اوین واقعا وقتی که خود حسینیه، خود همون حسینیه شاهد چه جنایت هایی که لاجوردی تو خود حسینیه کرد جلوی چشم ما، یک روز زندانی ها رو جلوی چشم ما می برد به زور با قنداق می برد بالا، می گفت باید انزجار رو اعلام کنی. نکته که ناهید میگه اعلام برای اینکه در اتاق ما کسانی داشتیم که در سر فشار جمهوری اسلامی اینقدر می زدن، لهشون می کردن و به جاسوس های جمهوری اسلامی تبدیل می شدن. اونها لحظه به لحظه برای ما چند تا زندان درست می کردن. لحظه، حتی حرف زدن با آدم ها، غذا خوردن ما گزارش داده می شد که اینا روی بالا دارن. چون به طور واقعی همینطور که تو زندان زمانش ها با تمام کشتارها، با تمام شکنجه ها، زندان روی بچه ها بالا بود و ما میبینیم در تداومش رو الان هم میبینیم. نمیتونست اون روحی مبارزاتی از ما بگیره، اون ضد قوانین بودن جمهوری اسلامی رو از ما بگیره. و این برای همین بود که همیشه ناصریان وقتی بعضی وقتا یکی از خاطرات بچه ها رو میآورد، ما رو به زور با کتک میآوردن تو حیات اوین تو بند 240، میگفت بشینیم و یکی از بچه ها رو میبرد وسط ما شلاق میزن و میگفت که باید ما رو، ما رویمونو برمیگردیم با میومد تک تک ما رو میزن، میگفت باید برگردیم و این صحنه رو نگاه کنیم. محکومیت داشتن بچه ها، یعنی من میخوام بگم اصلا محکومیت داشتن دادگاه هیچ چیزی در جمهوری اسلامی معنی نداره. اصلا شما در لحظه ای که هستین زیر بازجویی هستین. درست الان هم ما میبینیم، همین الان هم که بعد کسایی که تو زندان میبینیم هر لحظه اینا رو میبرن میبرن زیر شکنجه. قانونی نداره جمهوری اسلامی، چون قوه قضاییه وجود نداره در واقع. اصلا اینا اصلا شاید یک دادگاه فرمالیته هم حتی شاه مجبور بود، نه که خودش بخواد، مجبور بود. و ما دیدیم که در همون دادگاه های فرمالیته به ضد خودش شاه تبدیل شد. بعد نذاشت دیگه برادر منو نذاشت خانواده بره، وکیل تسخیری که خود شاه انتخاب میکرد. البته من بگم در تمام دوران شاه هم این مسئله به همین شکل وجود داشت، یعنی وکیلا تسخیری بودن. کما اینکه شکرالله پاکنژاد تنها زندانیانی که تونستن در واقع به قول معروف خودشون دفاع کردن، در واقع داد چیزو تبدیل کنن به یک دادگاه عمومی چیزا بودن که دادگاه عمومی هم باز نه، فقط افراد خانواده ها بودن علنی تبدیلش کنن که دادگاه نظامی نباشه. گروه فلسطین بودن که شکرالله پاکنژاد اینا، اونم به دلیل این بود که یک عده از بچه هایی که با این گروه فلسطین بودن تونسته بودن در واقع برن با الفتح و اینا تماس بگیرن، یه عده رفتن اون بر و خب تبلیغ کردن، شلوغ کردن، به قول معروف سرصدا را انداختن. در نتیجه از طرف فرانسه مثلا گروه در واقع یه گروه ادیتوریال روزنامه‌ای اومدن، لوموند دیپلماتیک بود و اینا، اومدن اونجا و تو اون دادگاه شرکت کردن. و در واقع پاکنژاد و خیلی از بچه ها، سلطانزاده، نمیدونم شالگونی، سلامت رنجبر، نمیدونم خیلی از عباس صبوری، خیلی از کسانی که در واقع تو گروه فلسطین بودن، اینا تونستن به صورت علنی دفاعیه در واقع از شخص خودشون دفاع کنن و این رو به صورت علنی در واقع برگزار شد. در غیر این صورت در هیچ جایی شما دیگه نمیبینید که اینا دادگاه علنی تشکیل داده باشن. و به عنوان میشه گفت که
یک جمع‌بند. بله. اگه نگاه کنیم جمهوری اسلام رژیم شاه قزلقلعه رو تبدیل کرد که به بازار قره‌بار، دیگه کسی خاطری نداره. و جمهوری اسلامی بازداشتگاه سه هزار و توحید و در واقع چیز مشترک ضد خرابکاری رو تبدیل کرد به موزه عبرت تا همه عبرت ببینن در وسط شهر که با آپولو و قپانی و شلاق با منوچهری لاجوردی های منوچهری شده و تهرانی شده با حاج داوود های آرشی یا آرش های حاج داوود شده میتونن نه مقابله خواهد کرد. زندان قبرستان های پنهان و آشکار هم ناشی و بولدزر هایی که مدام میزنن برای پاک کردن موقعیتی که این در واقع رژیم چطور مستقر شده. یا اوین رو همه با قتل عام بیژن به خاطر دارن. شما با چند کلمه میتونید این اقدام رو، این زندان ها رو در واقع فرموله کنید برای خودتون؟ زندان ها، این زندان ها در واقع بیانگر، میگم، مقاومت، مبارزه و تلاش انسان های فداکاریه که همشون، خیلی هاشون از جان گذشتن و سعی کردن که پرچم آزادی رو برافراشته نگه دارن و این باعث افتخار ماست. شما چطور میبینید؟ منم فکر کنم ناهید خیلی قشنگ گفت، ولی به طور واقعی این همه این مکان ها سمبل مقاومت انسانیت. اینها فقط این بود که همه این بچه ها عاشق زندگی بودن و عاشق انسانیت و برای همه مردم میخواستن یک زندگی انسانی پیاده کنن و انسانیت رو میخواستن، ولی نه رژیم شاه و نه رژیم جمهوریزم و هیچ رژیم دیکتاتوری این افکار رو تحمل نمی کنه. و به نظر من تا زمانی که این نوع حکومت ها وجود داره، این همیشه مبارزه وجود داره و ما به اون دنیای برابر اعتقاد داریم و داریم مبارزه میکنیم و میدونیم که حتما به اون دنیایی که اهداف اونایی که الان بین ما نیستن، واقعا یاد تک تک اونا رو ما اینجا گرامی میداریم، حتما به اون اهداف مردم خواهند رسید. من فقط در آخر یه نکته یادم افتاد و اونم در رابطه با این رژیمه که وقتی همه این از صحبت کردیم از این که اینا تبدیل به پارک دارن میکنن همه جا رو، بعد اینکه اینها زندانهای جدیدی ساختن، زندانهای بیشماری رو در واقع تولید کردن که هیچ کدوم و خیلی از جماعت، خیلی از مردم و خیلی از حتی کسانی که تو این رابطه هم فعال هستن نمیدونن اینا کجا قرار داره و بشه. و به همین دلیله که آقای جواد ظریف میفرمایند ما زندانی سیاسی نداریم، برای اینکه اینها رو اگر از اینجا خلاص بشن در واقع زندانیان رو به زندانهای ناشناخته در واقع ببرن، کی میفهمه که کی کجاست و چه اتفاقی داره میفته؟ از جمله زندان سرطان به همین جهت در واقع خیلی راحت میتونن توجیه کنن که ما اینا هم که تبدیل به پارک شدن، بنابراین ما زندانی نداریم. این در واقع به نظر من نکته آخری بود که به نظرم رسید و باید اینو میگفت. به نظر من خیلی نکته خوبی رو گفتین با توجه به اینکه تبدیل زندان‌ها، زندان‌های تازه در خارج شهر که تأثیر نگاه آبرین به ملاقات شدگان رو پایین بیاره، ولی زندان وین همچنان با لیست اسامی ده ها هزار انسانی که در اونجا جان داد، زندان قصر با فرخی یزدی ها و گروه 53 و ده ها انسان فداکار دیگر، و همه اینها عبرتی خواهد بود برای نظامی که خواهد آمد و امید و تلاش و در واقع دلیلی برای مبارزه‌ای که همه ما به طور مشترک برای آزادی و برابری داریم. ممنون از حضورت. شما نکته آخر رو بگید. من نکته دیگری به نظرم رسید و اون یاد حرف آقای احمدی نژاد افتادم. یادتونه که
ایشون میخواستن که دانشگاه ها رو به خارج از منطقه های شهری ببرن و علتش اینه که به هر حال جوانان و در واقع نسل جدید به هر حال در رابطه با مسائل عدالت خواهانه، در رابطه با آزادی و اینها بیدار خواهد شد و این تلاشی که دانشجوها میکنن تو رابطه با مسائل مربوطه به حتی مسائل صنفی خودشون که در ایران به راحتی تبدیل به مسائل سیاسی میشه و به سرعت در واقع درگیری بین رژیم و مردم در واقع صورت میگیره، اینها برای اینکه آزاد شن، خلاص شن از حضور جماعتی که به هر حال تلاش میکنن و میجنبن تو رابطه با مسائلی توی شهر به دلیلی که تحریک کننده است، به دلیلی اینکه جمع کننده است، به دلیلی اینکه آدمها رو میتونه گرد بیاره، میخوان از اون ناحیه خلاص بشن، تبدیل میخواستن بکنن که دانشگاه ها رو به خارج از شهر رو منتقل کنن دیگه. علتش این بوده. حالا برنامه پارک کردن هم یکی از همین مسائل. ممنون و سپاس از شما. تشکر از شما که این وقت در اختیار ما گذاشتید. واقعا مرسی، خیلی ممنون. امیدوارم که پاینده و برقرار باشه. ممنون. امیدوارم که باز هم بتونیم گفتگو کنیم و در مورد همین مقاومت و مبارزه جدید. مرسی.